بنام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی شبکه اصلاح، امروز می خواهیم در مورد دوشتیچ یا همون غانچی، چنانه که برایتان وعده نموده بودیم، تحقیقات و کارهای انجام دادیم، ولی نامه هم از دوشتیچ به اصلاح رسید و پس از تحقیقاتی آنچی برای من رسید، امروز می خواهیم آن را تقدیم شما بینندگان گرامی نماییم. قبل از این که بپردازیم به اصل مطلب و برنامه امروز، تا نهایت ماه روزهایی به شمار مانده است و اگر به شبکه اصلاح آبونه نشده باشید، آبونه شوید، زنگوله را فشار دهید و لایک های خود را نیز گذارید تا این ظلم و ستم و مصیبت هایی که بر سر مردم کشور می آورند، تمام ساکنان کشور در داخل و خارج آن از این همه آگاه گردند. می رویم به اصلی برنامه. عنوان برنامه چنین است: ازبک تباران دوشتیچ از ظلم آیله نوشتند. نامه از زرنیسار دوشتیچ. ینگی عریق حالا زرنیسار نام دارد و غانچی دوشتیچ، و این دهه از مرکز ناحیه 3 کیلومتر دورتر واقع است. در این نامه هم ساکنان از نورالدین عبداللهیف، سردار اداره زمین ناحیه، و اعمال او شکایت میکنند. بنابر نوشته ساکنان این دهه که اکثرا ازبک ها می باشند، هنگام این نامه را بینندگان گرامی خواندیم، خواستیم تاریخ این منطقه را دانیم و چنین معلومات را نیز پیدا نمودیم که آن را نیز تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم. جماعت دهاتی غزنترک 23 مارت سال 1977 تشکیل شده است. جماعت در زیر قطارکوهای ترکستان جایگیر بوده، از مرکز ناحیه 3 کیلومتر دورتر واقع گشته است. از طرف شمال با جماعت دهات یختن، از جنوب با جماعت دهات موجون و از غرب با جماعت شهرک غانچی هم سرحد می باشد. جماعت دهات غزنترک از 8 دهه و محله عبارت بوده، یکی از یادگاری های قدیمه تاریخی و فرهنگی به حساب می رود. دهه غزنترک یکی از دهه های کهندیار به حساب می رود. در گذشته یعنی به ولایت کروشانه که اساساً از 7 شهر کلان عبارت بود و یکی از آنها شهر غزه به حساب می رفت، که از قدیم الایام دهه غزنترک، قلعچه عظیم و قرابوین به هیئت آن داخل بودند. این دهه ها به تاک پروری مشغول و مشهور بودند. بینندگان گرامی، شیره انگور غزنترک تا 40% قند دارد. حتی بعضی سیاهان قید می کنند که در شهر لس آنجلس آمریکا در موزه مویز چیلگی غزنترک را دیده اند. قلعه کهنه در موضع بالای دهه غزنترک موجود است. تقریبا 20,000 اهالی دارد. 60% آن تاجیکان و 40% آن ازبک ها اقامت می کنند. مسافه بین جماعت دهات غزنترک و مرکز ناحیه دوشتیچ 3 تا خوجند باشد 67 کیلومتر و تا استراوشند باشد 14 کیلومتر می باشد. اولاد نورالدین عبداللهیف، بینندگان گرامی، زمین های آبی و للمی را به منپولیا تبدیل دادند. تهمینه اپای نورالدین عبداللهیف دیرکتور مکتب شماره 13 به نام یولداشف اسمت الله می باشد، که در این مکتب بیش از 1000 خواننده تحصیل می کنند. ما همه ازبک زبان ها برنامه اول شما را در مورد دوشتیچ تماشا کردیم و همه آنچه گفته درست است و خواستیم در این مسئله با شما معلوماتی بیشتری دهیم. پدر نورالدین تویچی عبداللهیف پیش از به وظیفه رئیس کمیته زمین دوشتیچ تعیین شدن نورالدین صغیره لقب داشت و یک راننده عادی هم بود. ماشین اواز داشت و رئیس کشک راننده رئیس بود و تمام. اما پس از به این وظیفه تعیین شدن پسرش، حالا این صغیره بای شد و تویچی بای نام دارد. نزدیک به 500 سرگاو و گوساله، 4000 گوسفند دارد. هر سال 3 یا 4 ماشین قیمت بها می خرد، مثلا BMW X5 سال براریشش 2019 و ماشین دیگرش لند کروزر پرادو، رقم دولتیش 8880 و رنگش سیاه است. این همه از فیض و برکتی انا همین نورالدین عبداللهیف رئیس کمیته زمینی ناحیه می باشد.
بابر پسر دویم تویچی در سال 2003 کار را به حیث کارمند کمیته زمین جماعت غزنترک شروع کرد. از آن سال تا به امروز زمین های جماعت غزنترک در دست بابر می باشند. باید ذکر نمایم که در جماعت غزنترک 7 دهه و حدوداً 20,000 ساکنان زندگانی میکنند. این را باید بگوییم که از این 7 دهه در 2 تاش ازبک زبان ها و در 5 دهه دیگر تاجیکان زندگانی میکنند. ولی همگی دست نگر و اسیر آیله تویچی عبداللایف پدر نوردین و بابر میباشند. بابر از سال 2010 تا 2015 در جماعت غزنترک در وظیفه رئیس هم کار کرد و از سال 2016 تا امروز باشد به حیث سردار شعبه تنظیم ناحیه دوشتیج کار میکند. رئیس جماعت حاضره باشد، سفر در اطاعت همین آیله می باشد و از خطی کشیده این آیله بیرون نمی براید. نورالدین عبداللایف سال 2012 رئیس کمیته زمین ناحیه دوشتیج تعیین شد. طبق اطلاعات داشته ما، نورالدین عبداللایف این وظیفه روغنی را به قیمت $20,000 خریده بوده است، ولی می توان بگوییم که بر عوضی بیش از $2,000,000 به دست آورده است، البته از حساب زمین فروشی. 90% اهالی 5500 نفر دهه زرنیسار را ازبک ها تشکیل می دهند، یعنی تنها همین دهه‌ای که اینها زندگی میکنند. اکثریت ساکنان زرنیسار از حساب مهاجرت زندگی میکنند، چون که دیگر در دوشتیج و جماعت کار و زمین باقی نمانده است از دست نورالدین عبداللایف و آیله آنها. مثلا 200 هکتار زمین آبی دهه زرنیسار به خواجگی بابر خود عبداللایف بابر می باشد. اگرچه دهه زرنیسار 5000 هکتار زمین دارد، ولی 1200 هکتار آن آبی و باقیش زمین های للمی است. با خلق بیچاره تنها زمین للمی رسیدگی است. بارانگری شود حاصل می گیرد. اگر بارشات نباشد حاصل هم نمی گیرد. اگر به زمینتان یگان چی کشت نکردید، برای رمه گوسفندهای بابر چراگاه می شود و گوسفندهای بابر چریده می گردند و کسی حق ندارد چیزی بگوید. یگان کس با آنها گپ زدن نمی تواند. به نزدیکی یک حادثه ننگین در دهه رخ داد. چوپان نورالدین که به نگاهبین گوسفندان و گاوهای او و بابر مشغول است، رمه گاو گوسفندان را به زمین یک نفر به اجازت به شراب می درآورد. صاحب زمین آن چوپان را نمی ماند تا وارد زمینش شود. دعوا و مناقشه سر می زند و در نتیجه صاحب آن زمینی لعلمی را که نسبش فازیلوف می باشد نورالدین و بابر تشکیل کرده با تهمت به 5 سال زندان محکوم می کند. ببینید که چقدر اینها در ناحیه بدونی مجازات باقی میمانند و هر کاری که بخواهند انجام میدهند. خواجگی دهخان بابوری نورالدین و بابر 5 نساسی آبکشی سکواژ زیر زمینی دارد. فعلا در فرم وی 160 گاوی دوشای شیرده و 200 گوساله بونی کرده می شود. برای گوسفندانش که شمارشان از 4000 بیشتر است، در هر جای شیپنگ ساخته است. فرم از دوره شوروی باقی مانده کالخوز کروپسکایا را به یگان سامانی از آن خود کردند، اما نفسی آنها با این همه مال جمعیتی قناعت نکرد، با قصه به کلخوزی سابق را هم خصوصی کردند. زمین های آبانبار دهنسای هم به او تعلق دارد. کلخوزی پیشینه یک دچه زیبا و در گیردش زمینی زیاد داشت که آن را هم صاحب شده در آنجا خانه شخصی ساخته است. خلاصه هر چیزی که در دوره شوروی این کلخوز داشت، حالا از طرف نورالدین و بابر عبداللایف ها منپالیا کرده شده است. هر کجایی که یک زمین آبی حاصل ده و کشت باب بود، آن را هم خصوصی کردند. سال 2018 در 4 هکتار زمین آبی باقی سیب، ناک، انگور بنیاد کردند. انباری کلخوز را ویران کرده، مصالح ساختمانی آن را گرفته در مرکز دهه زرنیسار، نورالدین عبداللایف طربخانه ساخت. طربخانه‌اش سلامت نام دارد. در زمین این انبار یک آسیاب ساخته و آن را با برادر کلانش بختیار عبداللایف تسلیم نمود. نارسایی آب و ستم عبداللایف ها به این مردم. دهه زرنیسار از آبانبار دهنسای پایانتر جایگیر است، اما کلید و قفل آن به دست آیله عبداللایف ها می باشد. تقریبا 5 سال می شود در جوی آب نمی رود، زیرا آیله عبداللایف ها آب را به زمین های کارم خودشان تاب دادگی هند. زمین های مردم باشد از آب تنقیسی می کشد. لوله آب گذره که از شوروی باقی مانده از همین کالخوز و مردم بود، حالا صاحبش بابر عبداللایف است. گویا عبداللایف ها میراث بری سه سر باشند.
دهه های همسایه 3 ساعت در روز آب می گیرند و هر 10 روزه 10 سامانی می دهند و ماهانه می شود 30 سامانی. اما ساکنان زرنثار باشد برای یک ساعت آن 40 سامانی به بابر عبداللایف می دهند، چون که او لوله آب گذر را خصوصی کرده است و این در ماه می شود 120 سامانی. یعنی در 10 روز همگی یک بار آب می دهد و آن هم به مدت 1 ساعت. خواهید مرحمت آب را خرید و نخواهید چهار طرفتان قبله. لوله آب دو خط دارد که نزدیکی 200 کران از آن آب می گیرند. ما نمی دانیم با کدام راه این قبور آب به مالکیت بابر عبداللایف مبدل شده است. این کار در دوره رئیس جماعت بودن بابر عبداللایف شدگی است و حالا با استفاده از آب مردم را ظلم دارد. حالا هر ساکن زرنثار ماهانه 40 سامانی سر کران آب خانه اش می پردازند. اگر شما در خانه اتان کران آب نداشته باشید و از کوچه آب گیرید، در این حالت از شما سر هر نفر خانواده اتان 3 سامانی ماهانه باید پرداخت نماید. مثلا شما 10 نفر باشید، 30 سامانی باید به بابر عبداللایف سپارید. کارمندان بابر عبداللایف ماهانه آمده خانه به خانه جمع کرده می روند و شما هیچ چک و سند برای پرداخت این مبلغتان نمی دهند. انا کروپسیه را ببینید و خودتان فکر کنید دوستانی بیننده. آنچنان مسئله آب مشکل است در ما که فکر میکنید که در افریقا زندگانی دارید، نه در تاجیکستان. بابر عبداللایف رئیس تنظیم ناحیه دوشتیچ است و کاروبار شانتاج زن هاست. مثلا 4 نفر یک جا نشستن نمیتواند از جبر و ظلم بابر. اگر 4 زن نشستند و خوراک خوردند، در حال بوزهایش به بابر زنگ زده خبر میدهند و بابر به خانه آن اوچسکوای را میفرستد تا رفته صاحب این خانه را همچون تشکیل کننده ترس داده از آنها پول بگیرد، از 500 تا 1000 و 2000 میباشد نرخی تنظیم. اما به شما یکان سنده نمی دهند که شما پرداخت نموده اید. باور کنید حالمان به اندازه وزمین است. اگر گویم که این قانون تنظیم بر ضرر ماست و هیچ به منفعت ما نیست، اگر دولت این را برای آن برآورده باشد که مصرف نکنند مردم و بای شوند، آخر ما اگر در یک تشکیلی همان 1000 سامان مصرف میکردیم و خورسندی همان را میگذراندیم، حالا باشد رئیسان تنظیم دو برابر آن را و حتی 3 برابر کرده میگیرند. نه صدقه است و نه خورسندی با ما. این قانون جز ضرر به ما مردم کمبغل چیزی دیگری نیست. اگر باور نکنید سنجید که ما راست میگوییم و یا دروغ. رئیس کمیته دینی نزد حکومت سلیمان دولتوف که ها را رئیس گذاشته است و کروپسیه و مقامات کجا را نگاه میکنند؟ آخر این ظلم آشکار است. به خدا قسم رحم کنید به ما مردمی کمبغل. ناظر منطقه شب و روز در دهه زرنثار میگردد و کارش شکار زنها و 4 نفر نشستگانی که در خانه با هم نشسته باشند. اگنت های بابر طبق معلومات زنهای دهه با کمیش 10 تا زن میباشند و بابر خبر را در حال میرسانند و ماهانه از او برای خبر رسانده اشان مبلغ میگیرند. اما خود بابر عبداللایف باشد در دکبر سال 2019 یک بوسکشی با دبدبه به خاطر سال نو تشکیل کرد و همه تنظیم و رسم و انعنه ها را شدیدن پایمال کرد، ولی کسی چیزی نگفت. امسال ماه نویبر باشد، توی عروسی پسرش را دایر نمود. کلین از دهه همسایه قزنطرک بود و در این توی عروسی که تقریبا یک هفته معرکه داشت و مهمان ها می آمدند و می رفتند. اینجا همه معیار و قانون تنظیم با کلی از ریشه ویران کرده شدند، ولی کسی به او چیزی نگفت. البته در نوار بینندگان گرامی می توانید این لحظه از توی بابر را ببینید و چی خیل با سر مطربان و نوازندگان پول می گذارد این را نیز دیده استاده اید. و ما دروغ نمی گوییم. هر چی می بینید این واقعیت است. او رئیس تنظیم ناحیه است و او این حق را دارد، ولی دیگران یعنی مردم کمبغل باشند این حق را ندارند. تخمین عبداللایوه دیرکتور مکتب 13 دهه زرنثار باشد، از سال 2017 در این وظیفه کار و فعالیت میکند. تخمین دانشگاه را غایبانه خوانده است. ما اطمینان کامل داریم او دیپلمش را خریدگی است و هیچ مانندی به پدگوگ ندارد. او دوزنده بود و چهوری میکرد و سال 2015 تا دیرکتوری
پول آب قبوری برادرش بابور را خانه به خانه چینده می گشت و با پرداخت مبلغ وظیفه دیرکتور مکتب را خریده بچه های ما را به سواد کرده استاده است. وزارت معارف به کجا نگاه می کرده باشد ما حیرانیم. معلمه ها از جانشان سیر شدگی کار تخمینه تنها از پولچینی عبارت است. چنانه گفتیم در این مکتب تقریبا 1000 طلبه درس می خوند. اگر خواننده به درس نیاید جریمه اش از 10 سومانی تا 50 سومانی مقرر شده است. تخمینه این کار را ناترسیده انجام می دهد ولی دانش طلبه ها خیلی پس شده است. ما دفتر و روزنامه و دوامات فرزندان و نبرگانمان را دیده و مشاهده کرده استادیم. نمی دانیم در مورد این دیرکتور به کجا شکایت کنیم و دردمان را به کی بگوییم. اگر از معارف ولایت آماده تفتیش کنند بیشک به های 90% خوانندگان بسه می رسد یا نه، چون که معارف ناحیه را آیله عبداللایف ها خریدگی هستند و شکایت به معارف ناحیه دوشتیش اصلا فایده ندارد. بیش از 200 نفر از مردم زرنثار ناچار و ناعلاج فرزندان خود را به مرکز ناحیه و مکتب های شماره 1 و 16 و 10 و گیمنازیه 1 می برند. با سردی هوا و گرمی و بیماری نگاه نکرده 3-4 کیلومتر راه را رفت و برگشت هر روز طی می کنند ولی فرزندانشان را به این مکتب نمی دهند. ما در پیشی تخمینه قلاب می مونیم چون که کمبغل هستیم. دیگر چیکار کنیم؟ آسمان بلند و زمین سخت. شوهر تخمینه ایلیاس باباجانوف در لالی زمین است و می توانیم بگوییم که او زمین فروش خسرو بچه‌اش نورالدین عبداللایف می باشد. برادر ایلیاس عبادالله یعنی عباد باباجانوف باشد راننده نورالدین عبداللایف می باشد. تا جای ما مشاهده نمودیم پول چینک امضاگرک نورالدین در سندها برای اجازت زمین نزد حولگی پیچت در دست آن همین شریکی جنایت های نورالدین عبداللایف می باشد. این چنین یک شریکی دیگر هم دارد با نام ایگم از دیهای یختن. هر دوی آنها عباد و ایگم پولچینک های نورالدین عبداللایف می باشند. یکی دیگر از خویشاوندان نورالدین عبداللایف اکبر بابایف می باشد. اکبر کارگر اداره لیسانسی است اما سر از 4 سحر روز و یا 12 شب فرق ندارد، کارش فقط شانتاژ و پول کندن از راننده ها می باشد. او هم کار لیسانسی را انجام می دهد و هم در نقش گهی فعالیت می کند. لطف الله خویش دیگر نورالدین کارگر شعبه تنظیم شهرک غانچی است. لطف الله کنجایف سال تولدش 1993 در پراکراتور هم کار میکند ولی معلوم نیست که به حیث کی در پراکراتور کار میکند. آدم نورالدین در پراکراتور میباشد اینش را خوب میدانیم. از دهه ما جوانان خیلی زیاد دبروال نبا عسکری میروند. امسال کرونا ویروس آمده باشد هم نقشه دعوت سری وقت اجرا شد ولی لطف الله با رئیس محله رضیف عبدالرحمن با نامی 25 ساکن پویسکا آورد. لطفالله می دانید که این بچه ها در روسیه اند ولی از پراکراتور پویسکا آورده پدر و مادر آنها را شانتاژ کرده سر هر کدام از بچه مهاجرشان 1000 تا 5000 سامانی بزوری گرفت. بعدتر معلوم شد که این پویسکا ها همه اشان فلشیوی بوده است و خودشان آن را نوشته است اما پراکراتور در این باره کدام چاره ندید. رضیف عبدالرحمن یک مرد 60 ساله و در گذشته کامبنچی حالا رئیسی محله می باشد. اگر آنچه در این مطلب آمده است پراکرار ناحیه غانچی یا دوشتیش دیدن نبراید و این جنایتکاران را به جزای اعمالشان نرساند، اصلاح آماده است در مورد جنایتکاری های پراکرار ناحیه دوشتیش کار و تحقیقات را دنبال نماید. اگر پراکراتور ناحیه دوشتیش این قضیه را کاملا و موشکافانه دیدن نبراید و همه آن جنایتکارانی که در این قضیه ها این مردم را ظلم و فشار و ستم می آرند با آنها جواب و پاسخ ندهد و مبلغ های گرفته از آنها را به خود آن ساکنان این دهات پرنگرداند، اصلاح دست به کار شده تمام جنایت های پراکرار ناحیه دوشتیش را روی آب خواهد برآورد. عبدالرحمن از صاحب هر مرده 100 سامانی برای صندوق خیریه مسجد میگیرد ولی به صندوق خیریه مسجد نمیدهد. مردم او را چند بار اراد گرفته گفتند که این کار بد را نکن. در جواب او تهدید کرده گفته است که ساکت باشید، اگر چیزی گوید من شما را زندانی میکنم.
همه خاموشند از ترس. اگر توی کنید او اول از شما 200 سومانی میگیرد و بعد در ورق تنظیم رسم و انعنه امضا میگذارد، ولی اگر کم دادید او چسکوای را بر سرتان میفرستد تا در توی با شما مشکل پیش آرند. اینجا فوراً سر و کله بابور پیدا می شود و او باز از صاحب توی پول اضافی می کند. اینها همشان یک مافیای جنایتکار در ناحیه دوشتیش می باشند. عبدالرحمن رضیف را برای بانوی 20 نفر کم بساعت کمک نوشته، ولی به آنها ندادنش بازداشت کردند. اینجا نوردین عبداللهیف که عبدالرحمن رضیف خشی پدریش می شود پیدا شد و او را خرید و حالا وی باز هم به جنایتهایش ادامه داده استاده است. پرکرار ناحیه باید در این قضیه سخت دست به کار شود و این جنایتکاران را به جزای اعمالشان رساند و آن را رسانه‌ای هم باید کند. در مورد عملهای بد و فحش و فجور نوردین عبداللهیف معلومات زیادی در دست داریم و شاهدان عینی این عملهایش می باشیم. اگر پس از این نوشته دست نبردارد، نامه دیگری ما دقیقاً بخشیده به آن خواهد بود. این نامه را به اصلاح نت دست جمعانه می فرستیم و خواهش می نماییم چنان نوشتیم آن را نشر نمایید. می توانید همه آنچه نوشتیم آن را مقامات سنجش صاف دلانه نمایند و به این همه کردارهای در بالا بیان شده بهای حقوقی دهند. ما زیر این همه مصیبت ها قرار گرفته ازبکانیم. کسی به دادمان نمی رسد. با احترام نامه گروهی از نام 27 نفر که نام و نسب این همه با امضایشان در اصلاح محفوظ است. بله بینندگان گرامی، طبق وعده ای که به شما داده بودیم ادامه تحقیقات در مورد نوردین عبداللهیف رئیس کمیته زمینی ناحیه دوشتیچ را پیشکشتان کردیم، اما این آخری کار نیست و ما تحقیقات در مورد ناحیه دوشتیچ را ادامه می دهیم. اگرچه عزیز ستاروف آدمی تخمینه پس از مطلب اولی ما خیلی کوشش کرده بود تا ساکنان دوشتیچ مطلب و نوار جنایت های انجام داده او را در اصلاح نخوانند و نبینند، اما کوشش هایش به ثمر و به نتیجه تمام شد. اصلاح پایگاه مردمی است و هیچ جنایت مقامداران را صرف نظر نمی کند و پیوسته پیگیری خواهد کرد. دست از ظلم و ستم، کروپسیه، شانتاژ، تجاوز بردارید. آن وقت اصلاح با شما طرف نیست. خطاب به تمام مقامات های مربوطه دوشتیچ و ولایتی و جمهوریوی، پراکراتورا، کروپسیا و تمام نهادهای سنجشی از جمله وزارت معارف هم باید به این قضیه مکتب این دهه رسیدگی جدی نماید. اگر در این قضیه فارغ بالی نماید، بدانید که یک به یک تمام جنایت های شما را افشا و تقدیمی ملت خواهم نمود. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.